آنچه که آیت الله خامنه‌ای به تازگی درباره وضعیت اقتصادی کشور گفته است. واکنش تهران در برابر اظهارات بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد. آقای بان کی‌مون پیشتر گفته است که حسن روحانی تاکنون به هیچ یک از وعده‌های خود از جمله آزادی زندانیان سیاسی عمل نکرده است. احتمال استیضاح 6 وزیر کابینه روحانی در مجلس شورای اسلامی و آغاز مذاکرات میان هیئت‌های کارشناسی اتمی جمهوری اسلامی و 5 به اضافه 1 و خبرهای دیگر. با شما هستیم در ساعت پیشرو. جمشید چلنگی هستم از واشنگتن. میهمانان ما در استودیو آقای دکتر عبدالستار دوشودی و در هامبورگ آلمان آقای مهندس حسن شریعت مداری. با شما عزیزان خواهیم بود در مسیر رویدادهای ایران و آنچه که در عرصه بین المللی به ایران و مردم ایران مربوط می شود. تا لحظاتی دیگر. آقای دوشوکی عزیز سلام به شما. منم خدمت شما و جناب آقای شهید مداری و بینندگان تلویزیون سلام عرض دارم. آقای دوشوکی، آقای خامنه‌ای در کمتر از یک ماه دوباره درباره اقتصاد صحبت کرده. اقتصاد مقاومتی که پیشنهاد جدید هم بهش اضافه شده باید مدیریت جهادی داشته باشه. این در حالی هستش که در چند صد متری ایشون کودکان ایرانی خرید و فروش میشن دروازه غار، به گفته معاون وزارت تعاون حکومت آقای خامنه‌ای. صحبت های ایشون چطور تفسیر میکنید؟ آیا واقعا ایشون سررشته از اقتصاد دارن و حرفای ایشون پیشنهاد عملی هست برای حل مسائل اقتصادی مردم ایران از جمله مردم نازنین دروازه غار؟ بله، متاسفانه جمهوری اسلامی و در صدر اون آقای خامنه ای، خب آقای خامنه ای در موارد مختلفی اظهار نظر میکنه و به قول معروف کلام ایشون فصل الخطاب هست. در زمینه سیاست خارجی میگه من دیپلمات نیستم، اما در همه امور دیپلماسی دخالت میکنه. در مورد امور اقتصادی هم به همین صورت میگه من اقتصاددان نیستم، اما در تمام امور اقتصادی کشور دخالت. اقتصاد جمهوری اسلامی رو متاسفانه نمیشه از سیاست جمهوری اسلامی جدا کرد، سیاست رو نمیشه از مذهب جدا کرد. تمام این مشکلات و مواردی که جمهوری اسلامی با اون روبرو هست و آتشی که برافروخته شده و دود این آتش به چشم مردم ایران و بخصوص قشرهای آسیب پذیر میره، ناشی از سیاست های واقعا تامگرایانه، متعصب و به اصطلاح تکفیری جهادی به شیوه تشیع اون هست که آقای خامنه‌ای اینا رو تبلیغ میکنه. همه مردم میدونن که در ایران فقر و سوء مدیریت و تورم بیداد میکنه و اینها ناشی از سیاست هایی است که جمهوری اسلامی هم در امور داخلی کشور و هم در صحنه بین‌المللی اتخاذ کرده که این تحریم های کمرشکن رو آورده. ظاهرا برای جمهوری اسلامی و سردمدارانش اون قشرهای آسیب پذیر، چه اونهایی که واقعا در فقر زندگی میکنن و چه اونهایی که حتی حاضرن این بچه ها و کودکان رو بفروشن، یا اونهایی که حتی میرن در کشورهای همسایه مثل کشورهای خلیج فارس به تن فروشی، این یک فاجعه ملی هست که ما با اون روبرو هستیم متاسفانه. و از هر جنبه اون صحبت کنیم واقعا کم گفته ایم.
متاسفانه این مشکل وجود داره. من همین چند روز پیش یک سریال مستندی رو در مورد سیستان دیدم که واقعا به خاطر سوء مدیریت جمهوری اسلامی در منطقه سیستان ده ها هزار نفر به زیر خط فقر رفتن. البته خب فقیر بودن ولی واقعا خط فقر که هیچی، خط فلاکت رفتن و ناچار شدند که به استانهای دیگر نظیر سمنان و کاشان و خراسان مهاجرت کنند و جمهوری اسلامی هیچ گونه اهمیتی نمیده، در صورتی که حتی خود رئیس سازمان تبلیغات اسلامی زابل امام جمعه زهک در این فیلم مستند انتقاد میکنن از دولت که مردم رو به فلاکت کشونده. وقتی در مملکتی مسئولین حجت الاسلام ها و مسئولین کشور این ادعا را داشته باشن که جمهوری اسلامی با سیاست های غلط و تهمگرای خودشون مملکت رو به فلاکت کشوندن، دیگه ماها در خارج نشستیم لازم نیست زیاد در این مورد بقیده من صحبت کنیم، چون همه مردم میدونن که در ایران چه خبر هست. آقای شریعت مداری سلام به شما در هامبورگ. من هم سلام دارم خدمت شما و سلام به همه بینندگان و شنوندگان شما و مهمان عزیز. همه مردم خبر دارن که در ایران چه خبره. دفعه آقای دکتر دوشوکی هست، بینندگان عزیز ما قطعا تایید میکنن. اما نکته این هستش که آقای خامنه ای گفته که اقتصاد مقاومتی برای مقابله با دشمن نیاز به مدیریت جهادی داره. یک پیشنهاد شاید این باشه که خود ایشون میتونن آغاز کنن. 95 میلیارد دلار زیر نگین آقای خامنه ای هست، بچه های دروازه قار رو زیر پروبال خودشون بگیرن، همینطور مردم سیستان و بلوچستان رو که ناچار به مهاجرت نشن آب آشامیدنی سالم داشته و از خودشون شروع کنن. نمیشه این کار کرد آقای شریعت مداری عزیز؟ البته مدیریت جهادی که ایشون میگن همون مدیریتی است که کار رو به اینجا چشونده، یعنی در حقیقت این نوع برداشت ایشون از سیاست، از اقتصاد و از تعامل با دنیا مملکت رو به این روزگاری کشونده که نزدیکترین آدم ها به ایشون هم دادشون در اومده و دائما از فساد، از بدی وضع اقتصادی، از فروپاشی اجتماعی صحبت میکنه. بنابراین من نمیدونم ایشون از چی صحبت میکنه. مثل اینکه با سخنرانی میتوان مشکلی بسیار عظیم مانند مشکل اقتصادی کندی رو حل کرد. همونطور که مهمان گرامیتونم گفتن، اقتصاد ایران با سیاست اون در هم تنیده. یک مقدار این مسئله سیاسی مربوط به این است که اینها اقتصاد رو از روز اول جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کردن و همه در حقیقت امتیازات اقتصادی رو به خودی ها اختصاص دادن. این کار باعث شد که یک سیستم رانتی و همراه با فساد ایجاد شد و این سوء مدیریت در حقیقت وقتی با تحریم های کمرشکن همراه شد، نتیجهش اون چیزی شده که امروز میبینید. امروزشون به درستی این نکته رو متوجه شده که این تحریم ها حتی اگر رفع بشه و حتی اگر طبق برنامه ای که ریخته شده پول ها به ایران واریز بشه، سرعت برگشت پول به قدری نسبت به احتیاجات ایران کند است که مجبورند اقتصاد ریاضتی و اون چی که ایشون اقتصاد جهادی میگه پیش بگیرن. این اقتصاد ریاضتی در زمینه بیماری هلندی از یک طرف تورم را بالا خواهد بود، از یک طرف به عدم اشتغال بیشتر منجر خواهد شد و فروکاهی تولید ملی و اینها همه عوامل مهلکی است که ایشان میدانند که هر کدام از اینها ممکن است کمر یک نظامی را بشکند و ایشان از هم اکنون در حقیقت با وجود اینکه یک اقتصاددان نیست و سررشته از این امور نداره، ولی آش به قدر شور است که ایشان هم فهمیده که نتیجه این نوع سیاست ها و این نوع اقتصاد در آینده چه خواهد. آقای دوشوکی فکر نمی کنید که این اظهارات های خامنه ای
درست که به گفته آقای شریعت مداری اینقدر وضعیت آشوره که آشپزی هم مثل آقای خامنه ای متوجه شده، اما یک مفری هم برای ایشون هست و نظام جمهوری اسلامی که هر چرا که ناتوانی مدیریت هست به گردن تحریم ها بندازه، حتی بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی این ابزار دستشون نخواهد شد. ببینید خب تحریم ها به هر حال تاثیرگذار بوده، ولی خود مقامات این دولت، دولت آقای روحانی گفتن که علت عمده بیماری مزمن و حادی که در اینی هم مزمن و هم حاد در هر حالت که در جمهوری اسلامی وجود داره نتیجه سوء مدیریت و فساد هست. من واقعا وارد این، چون اولا اقتصاددان نیستم، در نتیجه وارد این مقولات در جزئیاتش نمیشم. این یک سری واژه هایی رو میان اختراع میکنن، اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی، نمیدونم این واژه های دهن پرکن رو به خورد مردم میدن و اگر منظورشون از اقتصاد مقاومتی اینه که اگر ما تحریم بشیم میلیاردها تومان دست افرادی مثل آقای زنجانی میدیم که اینها برن مثلا تحریما رو دور بزنن، هزاران میلیارد تومان از پول این مملکت رو دزدیدن بردن و الان خیلی از اونهایی که خورشون بودن اینها رو گرفتن. این اقتصاد مقاومتی یا مقاومت اقتصادی و دور زدن تحریما که اینها ادعاشون میکنن نتیجه جز فساد، دزدی، چپاول، غارتگری و اینا رو من به شعارگونی نمیگم که بله اینا در خارج نشستند و شعار میدن. واقعیت اینه که خود آقای زنجانی رو گرفتن. آقای زنجانی نفت ایران رو برده، فروخته و پولش رو در بانک‌های مختلف دنیا حالا در خارج گذاشته و پول بر نگشته. فقط زنجانی نیست، گروه‌های مختلفی هستن، از رأس گرفته تا اون پایین. این متاسفانه نتیجه اقتصاد مقاومتی شده که آقای خامنه ای به اون تاکید میکنه. در نتیجه این جمهوری اسلامی متاسفانه از یک منظری باید بگیم که این خانه از پای بست ویران هست واقعا، چه در مورد اقتصاد، چه در مورد سیاست، چه در مورد فرهنگش، چه در مورد مسائل اجتماعی، هنری، آموزشی، دانشگاهی و غیره صحبت کنیم، هر کدوم از اینها یک فاجعه هست برای این کشور، برای این ملت. و به همین دلیل ما میبینیم که متاسفانه دولت به جای اینکه بیاد یک اقتصاد درستی رو به پیش ببره در صدد راضی کردن مردم هست که یکی از عواید خیلی بدش تورم هست، کما اینکه اعلام کردن در سال آینده حقوق کارمندان 25% افزایش پیدا خواهد کرد که این باز تورمزا خواهد شد و بزرگترین ضرر رو اون قشرهای آسیب پذیر، اون محرومین، اونایی که کارمند نیستن و درآمد ندارن میبرن. و این بقیده من یک کار نابخردانه ای هست که هم دولت متاسفانه در این کار رو میکنه و هم آقای خامنه ای با این کلمات قلمبه سلمبه مثل مقاومت اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، نمیدونم جهاد ریاضتی و غیره دارن به خورد این ملت در از این 35 سال دادند. آقای شریعت مداری، همین پرسش از خود شماست که آیا این بهانه ای به دست آیت الله خامنه ای و کارگزاران اون نمیده که آنچه رو هم که سوء مدیریت هست، ناتوانی هست، فساد هست به گردن تحریم ها مندازه، حتی بعد اگر مذاکرات هم به نتیجه نهایی برسه، به خصوص اینکه نکته هم که اشاره کردن و شما هم اشاره کردید و آقای دوشوکی، آقای توکلی نماینده مجلس گفته فساد در این نظام سیستماتیک شده، یعنی اصلا دیگه یه مورد دو مورد نیست، سیستم اصلا سیستم فاسدی است و فساد در این سیستم سیستماتیک شده در این نظام. خب البته اینا سعی خواهند کرد که همه چیز رو به گردن دیگران بندازند و در حقیقت خودشون رو مبرا کنند، این همیشه روششون بوده، ولی اقتصاد به قدری مسئله جدی است که این شوخی ها رو بر نمیتابد و اگر روزی واقعا این آب باریکه ای که اکنون در رکای اقتصاد جاری است این هم قطع بشه، این بهانه ها تکافو نمی کنه از این که جلوی ناخرسندی وسیع عمومی را حتی در درون خودی ها، حتی در درون ابواب جمعی این نظام هم بگیره. اینها چیزهایی است که به تدریج همه دستندرکاران این نظام میدانند. آقای روحانی آمده، تیمی را آورده که اقتصاد بازار آزاد رو میخواد ترویج کنه، ولی موقعی این تیم آمده که از یک طرف
نهادهای رانتخال، نهادهای فساد به قدری تنومندند که هیچ دولتی رو یارای اون نیست. شما همین امروز ببینید که آقای خامنه ای صحبت از اقتصاد ریاضتی میکنه، فردای اون روز بابک زنجانی از درون زندان در حقیقت کلید بهره برداری از ماشین های مازراتی که ماشین های بسیار گران و لوکسیست رو میزنه از درون زندان و در بیرون این اتومبیل ها پرده برداری میشه. یعنی در کشوری که صحبت از اقتصاد ریاضتی است، سیستم رانتی مولتی میلیونرهایی رو به وجود آورده که حتی به ماشین های و اتومبیل های لوکس معمولی قانع نیستند و دنبال اتومبیل های بسیار لوکس ایتالیایی با قیمت های بسیار گزاف میرند و یک مجرمی از درون زندان در حقیقت این شرکت رو داره و از درون اون ترتیب اینو میده که این اتومبیل ها ازش پرده برداری بشه. این عمق فاجعه رو نشون میده. یعنی همه پوزخندی به حرفای آقای خامنه ای میزنن، هر کس مشغول کار خودشه و همه با هم در سراشیبی سقوطی هستند که انتهای اون معلوم نیست. بله، ماشین ها اتومبیل هایی که آقای شریعت مداری اشاره کردن و خانه هایی که هر کدوم چند و چندین میلیون دلار هست در کنار کودکان دروازه غار که به پشیزی به چند دلار خرید و فروش میشه. این که میگم به قیمت، یعنی اصلا خرید و فروشی نباید باشه، با چون این وضعیت به جایی رسیده که مادران پدران فرزندان خود رو به چند دلار میفروشن در چند صد متری بیت رهبری جمهوری اسلامی، فقیه حاکم بر ایران. اما در همین شرایط هست که آقای دوشوکی، مذاکرات مقدماتی در وین آغاز شده. چند اندازه میشه که امیدوار بود، خیلی معتقد هستن جمهوری اسلامی به جایی رسیده دستا رو بالا برده، دیکته میشه بهش که چه بکنن چه نکنن. خیلی ها معتقد هستن نه، همچنان بر موازه خودش هست، ماندگار هست. به خصوص اینکه رفتن خانم اشنون به تهران رو هم میبینیم بالا بردن علم کرد، یعنی طرح مسئله حقوق بشر در ایران هم نشوندنده این میتونه تلقی بشه که نومید هستن اروپایی های غرب از به نتیجه رسیدن مذاکرات اطفی. آقای دوشوکی، واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بقیده من، خب دو تا گروه مختلف وجود دارن، دولت آقای روحانی و تیمش به همراه آقای ظریف، بقیده من خواهان رفع تحریما و تنش‌زدایی با جهان غرب هستند، چون میدونند که به هر حال اقتصاد در هر اجتماعی حرف اول رو میزنه و اگه مردم گرسنه باشن نمیتونیم برای یک مردم گرسنه حکومت بکنیم. اما از سوی دیگر گروه های اصولگرا، طرفداران جبهه پایداری و بخصوص طرفداران آیت الله خامنه ای هستند که نمیخوان، یعنی میخوان از این تحریما به عنوان یک سرپوشی برای بیکفایتی و سوء مدیریت خودشون استفاده کنن. کما اینکه ما در مبحث قبلی اشاره کردیم در مورد این سوده، اگه دقت کنیم در 4 سال اول آقای احمدی نژاد اواید درآمد نفت ایران در کل دوران آقای احمدی نژاد حدود 800 میلیارد دلار بوده که در طول تاریخ ایران سابقه نداشته. خب این پول‌ها رو چیکار کردن؟ اولا که این پول‌ها اومده بود داخل کشور، یعنی این پول‌ها رو با سوء مدیریت و فساد و چپاول و غارت و راندخاری به برباد دادن. در نتیجه این نشون میده این سوء مدیریت وجود داره و اصلا ربطی به تحریم نداره، کما اینکه همون گفتم قبل از تحریما این 800 میلیارد دلار حیف و میل شد. اما در مورد اینکه آقای خامنه ای میخواد واقعا این مشکل حل بشه، من شخصا معتقدم که آقای خامنه ای نمیخواد. واقعا اگر ما صحبت های ایشون رو در عرض چند سال اخیر مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، ایشون واقعا نمیخواد، اما میدونه که مردم ایران خواهان برطرف شدن تحریم ها
و تنش زدایی با دنیای غرب هستن و میخوان با دنیا زندگی کنن، نه اینکه همیشه با دنیا سر جنگ داشته باشن. و به همین دلیل ایشون اگر یکی و تنها به پیش بره و مخالفت بکنه، میدونه که هزینه بسیار فراوانی رو داره. به همین دلیل ادعا میکنه که من به اصطلاح این ماشین مذاکراتی دولت رو هم براش بنزین فراهم میکنم، هم هولش میدم بره جلو، ولی از اون ور در هر سخنرانی خودش یکی از این چرخاشو پنچر میکنه با صحبتایی که میکنه، در نتیجه ماشین پنچر شده به جلو نمیره. و خودشون هم الان با توجه به دیدار خانم اشتون با فعالان سیاسی به این نتیجه پی بردن که بعد از رفع تحریما مشکل با اروپا حل نمیشه، کما اینکه قبل از تحریما مشکلات اساسی با اروپا بر روی مقوله حقوق بشر داشتن. به همین دلیل ببینید مشکلی که ما داریم، البته من فقط خودمو باید بگم، اونی که ما میخواییم با یک عقل خردگرا و معقول و منطقی یک رژیم غیر معقول و غیر منطقی رو مورد بررسی قرار بدیم. به همین دلیل در این ارزیابی ها و تجزیه تحلیل های خودمون ممکنه یه مقداری به بیراهه بریم. این رژیم در عملکرد خودش نشون داده که با عقل و منطق، حالا از انسانیت رو بذاریم کنار، ولی با عقل و منطق و خردگرایی زیاد میانه ای نداره. به همین دلیل کارهایی میکنه که مردم ایران تعجب میکنن. چرا مثلا در زمانی که واقعا داره تنش‌زدایی میشه، دولت داره کارها رو به پیش میبره، آقای ظریف حداکثر تلاش خودش رو میکنه، یا خود آقای رهبر یا از طریق مامورینش مثل آقای شریعت مداری در کیهان میان صحبتهایی رو میکنن و حمله میکنن به دولت، چون نمیخوان این دولت موفق بشه به دلیل ذاتی خودشون. و دلیل دوم هم این است که اگر این دولت موفق بشه، اگر آقای حسن روحانی موفق بشه که تحریما رو بشکنه و واقعا ایران رو به سوی پیشرفت به پیش ببره، که من احتمالش رو خیلی کم میدونم، اون وقت این خطری خواهد بود برای خود جایگاه آقای خامنه ای. یک نکته آخر هم فقط میخوام ذکر کنم و اون اینه که آقای خامنه ای رهبر هستن، ایشون ولی فقیه هستن، ایشون نماینده امام هستن، ایشون بارها گفتن که من خوشبین به این مذاکرات نیستم، این غربی ها حقوق ما رو نمیدن، اما من میذارم دولت بدین. خب اگر روز و روزگاری دولت آقای روحانی به نتیجه رسید و تونست این مذاکرات رو به سرمنزل مقصود برسونه و مملکت به سوی یک جاده خوشبختی و نسبتاً از نظر اقتصادی به پیش بره، خب مردم برمیگردن میگن که شما که رهبر ولی فقیه بودی، شما این بینش و بصیرت رو نسبت به آینده داشتید، اما شما گفتید که مطمئن نیستید، ایمان ندارید، شما گفتید که نمیشه، ولی دیدیم شد. پس در نتیجه این قضاوت و بصیرت شما قابل قبول نیست، چون تاریخ ثابت کرد. این برای آقای خامنه ای خطر بزرگی خواهد بود. به همین دلیل باید قبول کنیم که چه این مذاکرات اگر موفق بشه به ضرر آقای خامنه است و ایشون میدونه. آقای شریعت مداری، اینی که اگر مذاکرات موفق بشه به ضرر آقای خامنه ای، این احتمال هست، این برداشت هست، این تلقی بسیار داره. و اینی که گامی در لغو تحریم ها خواهد بود بدون تردید. اما اینی که صحبت آقای دوشوکی رو از خود ایشون هم حتما خواهیم پرسید، اینی که اگر به نتیجه برسیم مذاکرات، ایران در مسیر خوشبختی مردم ایران خواهند افتاد، تا چه اندازه واقع بینانه است؟ یعنی نیت دولت روحانی، توانایی دولت روحانی است در چنین نظامی و مجموعه نظام، و چجور از کجاست که روحانی رو از نظام میشه جدا کرد؟ بله، اولا که آقای خامنه ای در چنین مذاکراتی، این مذاکرات اگر پیش بره ایشون بازندن و اگر پیش نره هم ایشون بازندن. ایشون به هر صورت بازنده تاریخی مرحله فعلی جمهوری اسلامی هستن، برای اینکه اون چی که به سر ایران میاد به قضاوت عامه مردم در سایه ایست و اندی ندانمکاری و استبداد به رأی ایشان در قالب رهبری جمهوری اسلامی بود. بنابراین به نظر من تفاوتی برای ایشون زیاد نخواهد داشت. ایشون هم
میبینید که با دست پس میزند و با پا پیش میکشه برای اینکه میخواهد زمان بخرد. میداند که به هر مسیری این مذاکرات بره، اگر پیش بره و ایران به مسیر دیگه بیفته که توضیح خواهم داد که خب احتیاج به یک رهبر مانند ایشان را کمتر خواهد داشت، و اگر پیش نره و شکست بخوره، اقتصاد در هم فرو ریخته منجر به از دست رفتن پایگاه اجتماعی بیشتر نظام و شورش های اجتماعی خواهد شد و معلوم نیست که چی پیش بره. اما اگر این مذاکرات پیش بره، این که مردم ایران یک شب خوشبخت بشن و آغاز دوره جدیدی باشه بعیده، برای اینکه ما علاوه بر رابطه با کشورهای خارجی و نرمال شدن این رابطه که یکی از علل سقوط این نظام بوده، این تنشی که دائما با کشورهای غربی داشتن، ولی این تنها دلیل سقوط این نظام به این مرحله نبوده، ایدئولوژی اسلامی حاکم مانند هر ایدئولوژی دیگری وقتی میخواهد که سیاست رو به قواره خودش ببرد و بدوزد و نگذارد که سیاست بر مبنای منافع ملی و عقلانیت مدرن شکل بگیره، در رقابت با بقیه اقتصادهای دنیا با همسایگان و با دیگران این چنین نظامی شکست خواهد خورد، فساد در داخل اون زیاد خواهد شد، به قدری سازمان اجتماع ناتوان خواهد شد که مادران عزیزان خودشون رو میفروشند، افراد کلیه خودشون رو میفروشند، جوانان تن خودشون رو میفروشند و وضعیت مملکت به اینجایی میرسه که متاسفانه رسیده. بنابراین حتی اگر این تحریم ها برداشته بشه و روابط با غرب عادی بشه، ما یک دوره بسیار سختی از رقابت های داخلی، جنگ قدرت، مخالفت مردم با نظام، سرکوب نظام از مردم و همه اینها رو داریم، تا اینکه امیدواریم که مملکت به راهی که ما آرزو میکنیم و اون تغییر آرام و منطقی این نظام به یک نظام دموکراتیک و سکولار بر پایه جدایی دین از دولت هست برسیم. آقای دوشوکی، صحبت رو که کردید، نتیجه بخش بودن مذاکرات آغاز مسیر در مسیر خوشبختی یا هرچی که هست اشاره کرده بودید، از کجا آقای روحانی جدا میشه از نظام؟ درست که گفته میشه شش وزیر ایشون رو، دولت ایشون رو میخواد به مجلس فرا بخونن برای استیضاح، و این نکته رو خود شما توضیح بفرمایید، ممنون میشم. البته من وقتی میگم که مسیر تغییر میکنه و به سوی خوشبختی میره، نه اینکه خوشبختی در عرض چند سال، نه به طور کلی، بله، واقعیت اینه که اگر تحریما هم برطرف بشه، ایران نیاز داره به صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز که منبع اصلی کشور ایران هست. با چنین نظامی امکان پذیر هست چنین سرمایه گذاری؟ بله، میخواستم به همین نکته برسم. واقعیت اینه که این ساختار، این نظام از نظر ایدئولوژیکی، از نظر سیاسی و از نظر ماهوی یک نظام شکست خورده هست که در جنگ هست با تمام دنیا. به همین دلیل حتی ما دیدیم در سالهای گذشته که تحریم ها نبودن، کشورهای مختلفی از ژاپن و چین و هندوستان و کره گرفته تا غیره میخواستن بیان سرمایه گذاری کنن، کما اینکه بلافاصله حتی اونهایی که حاضر شدن بیان در قسمت مثلا پارس جنوبی سرمایه گذاری کنن، یا حتی در شهر خود من برای راهن از چابهار تا سرخس سرمایه گذاری کنن، کشورهایی مثل هندوستان و غیره بلافاصله عقب کشیدن. و این نظام تا زمانی که تکلیف خودش رو با دنیا مشخص نکنه و اگه بخواد با دنیا سر جنگ داشته باشه و این جهاد رو بر علیه استکبار جهانی به قول خودشون ادامه بدن، این مشکلات ادامه خواهد داشت و به پیش نمیره. ولی در مورد آقای روحانی من باید بگم که به هر حال روحانی بخشی از این نظام هست، اما در چارچوب این نظام اگه بخوایم تجزیه و تحلیل کنیم، کسایی هستن از جمله خود آقای روحانی واقعا مایل هست که این وضع بهتر بشه، چون برای کارنامه خودش و دولتش مفید واقع خواهد شد. آقای ظریف میخوان و بعضی از وزراش، نمیگم همه وزراش، بعضی از وزراش واقعا میخوان،
به همین دلیل فشار زیادی بر روی آقای روحانی گذاشتن که نتونن این کارا رو بکنن. متاسفانه بقیده من آقای روحانی یک انتخاب داره که اگه ایشون میخواد یک بنی صدر باشه یا یک احمدی نژاد یا یک آقای خاتمی. آقای خاتمی در نهایت تبدیل شد به یک تدارکاتچی و خودشون هم اعتراف کردن. من مسائل خیلی بزرگی هست در مجلس که مثلا میخوان 6 وزیر رو استیزا کنن به مجلس بکشونن و استیزا کنن. و حتی در موارد مختلف به عنوان مثال ازده بدید من یه مثال در مورد بلوچستان بیارم. بلوچستان یک استاندار اصلاح طلب داره که نسبتاً در چارچوب این نظام، اگرچه تمامش خرابه، ولی در چارچوب این نظام نسبت عمل کردش در مقایسه با استاندار قبلی بهتر هست. هفته پیش قرار بود که اصلاح طلبان که اکثریت جمعیت مردم سیستان و بلوچستان و آقای روحانی و اصلاح طلبان رأی داده بودن، یک جلسه برگزار بشه، آقای محمد رضا خاتمی بیاد و حتی خود مولانا عبدالحمید هم قرار بود، اگرچه تایید نشده بود، سخنرانی کنن و در مورد استاندار هم به همین گونه. اصولگرایان و استان شروع کردن گفتن ما نمیذاریم اینو و جلسه رو به اصطلاح کنسل کردن، لغو کردن. خب شما وقتی آقای روحانی حاضر میشه عقب نشینی کنه، وقتی در یک استان استاندار اجازه نداره که با همراه اصلاح طلبان بره یک جلسه، در صورتی که اصولگرایان در سیستان و بلوچستان در بقیه استانها به راحتی میتونن جلسه بذارن، ولی هنوز هم بخشی از طرفداران آقای روحانی که میخوان جلسه بذارن، میخوان با همدیگه مشارکتی داشته باشن، به عنوان سران فتنه و غیره سرکوب میشن و آقای روحانی و وزراش و همچنین استاندارانش عقب نشینی میکنن. من واقعا اگر این رویه رو آقای روحانی به پیش ببره، من امید چندانی به دولت آقای روحانی ندارم. یعنی شما برخلاف آقای شریعت مداری معتقد هستین که نمیشه از این مسیر، یعنی این نظام رو به مرور به یک نظام دموکراتیک تبدیل کرد؟ نه، من با آقای شریعت مداری موافقم. این 35 سال تجربه ثابت کرده که این رژیم اصلاح پذیر نیست متاسفانه. مداری در این زمینه اگر سخنی هست؟ بله، ببینید، این نظام یک نظام در حال گذار است. در سیاست خارجیش به ناچار رفرم بزرگی رو پذیرفته. همین که یک نظام انقلابی شروع کنه با غرب صحبت بکنه و صحبتاش بوی سازش بده، از یک نظام انقلابی تبدیل میشه به یک نظام سازشگر در نظر کسانی که در جهان اسلام ایران را در رأس مقابله با غرب می‌دانستند و در چشم بسیجی ها و حزب اللهی های داخل نظام، این نظام از اون اعتبار و سکه سابق می‌افتد. به ضرورت چنین رفرم بزرگی در سیاست خارجی شروع شد. در سیاست داخلی، در صحنه اقتصاد هم اینجا و آنجا، اونجا تا آنجایی که تیغ آقای روحانی می‌برده، این رفرم‌ها شروع شده، هرچند که اقتصاد به قدری وضعش وخیمه که معلوم نیست که با این نوع پیشبرد اهداف اون اهداف کلی اقتصادی متحقق بشه و با این پولی که غرب آزاد میکنه این چاه ویل عمیقی که اقتصاد ایران به اون احتیاج داره پر بشه. با توجه به این که بیش از 80% اقتصاد رو هم نهادهای خاصی مانند نهاد ولایت فقیه و سپاه پاسداران و رانتخاران کنترل میکنند. در زمینه اجتماعی هم اندک بازگشایی شده، ولی اعدام ها بیشتر شده. چون دو جریان وجود دارن، یک جریان دائما اعدام میکنه که نگذاره جامعه باز بشه و آقای روحانی هم اینجا و اونجا سخنرانی میکنه و آقای هاشمی رفسنجانی میگوید که باید زندان برید و هزینه بپردازید تا جامعه باز بشه. بنابراین نظام در آستانه گذار هست. این که آیا موفق خواهد شد از این تنگه بسیار مهلک، یعنی از جایی که هر نظامی فکر میکنه که در جایی که ایستاده بود نمیتواند دوام بیاورد و باید رفرم‌های اساسی بکنه، این رفرم‌های اساسی در اغلب مواقع مردم را بهشون جرأت میده، مردم اعتراضات خودشون رو بیان میکنن و اغلب نظام ها یا مجبورن عقب نشینی بسیار
اساسی در مملکت داری خودشون بکنن، مثلا به یک نظام سکولار به تدریج تبدیل بشن یا از بین میرن. جمهوری اسلامی هم از این قاعده خارج نیست. اون چی که ما میگیم آرزوی ماست که این مملکت به جای فروپاشی، به جای اینکه نظام سیاسی و نظام اجتماعیش با هم فرو بپاشد، راهی رو انتخاب کنه، اولیاء امور عقل اندکی به خرج بدن و بدانند که فروپاشی این مملکت و فروپاشی این نظام با هم توأم خواهد بود، این هزینه رو به ملت تحمیل نکنند و مردم هم بین در حقیقت تمسک به خشونت و تمسک به راه های مدنی رو ترجیح بدن. این آرزوی ماست و میکوشیم که چنین راهی مدنی. البته یک نکته هست آقای شریعت مداری، ببینید در مورد روابط خارجی کشورهای بارزی وجود دارن، مثلا ویتنام که سالها جنگید با آمریکا ولی سرانجام روابط دوستانه پیدا کردن، حتی سرمایه آمریکایی هم به ویتنام رفته، اما در مورد سیاست داخلیش همچنان بر همون پاش نمیچرخه، همچنان که در چین کم و بیش همین هست. یعنی میبینیم باز سرکوب ها، باز بگیر و ببند ها، باز میزان اعدام ها در چین بالاست. البته فرمودید شما آرزویی است که امیدواریم تحقق، یعنی امیدوار هستین تحقق پیدا کنه. البته خب اینا نمونه های بعدشه. از سال 72 به این بعد شما بیش از 120 نمونه نسبتاً خوب هم دارید که رفورم ها آغاز شده و به یک دموکراسی منجر شد. نه من منظورم رفورم نیست، منظورم این که اشاره گفتید در مورد سیاست خارجی به سر رفورم ایجاد شده، این الزام هم هست که در مورد داخل بودم، برای اینکه حرف شما بازتر بشه رو این مثال بزن. میگم هر دو امکان هست، صحیح میفرمایید هر دو امکان هست و ما آرزومندیم که امکان عبور به یک دموکراسی فراهم بشه بدون اینکه جامعه فرو بپاشد، این نظام قدرت رو ترک بکنه، بدون اینکه مملکت ایران را به سرنوشت شومی دچار بکنه. شما در این زمینه سخن دارید آقای دکتر دوشوکی؟ واقعیت اینه که این نظام اولا با اراده خودش و به میل خودش هرگز سردمداران جمهوری اسلامی که هزینه فراوانی رو تحمیل کردن ملت ایران خودشون نمیرند و متاسفانه مردم ایران باید این هزینه رو بدند و این نظام رو از کار برکنار کنند. نکته فقط کوچکی رو من اشاره کنم اینه که به هر حال ما اصولگرایان و آقای خامنه‌ای رو میشناسیم، الان یک دولت تدبیر و امیدی به اصطلاح رو کار اومده و اینو بقیده من آقای روحانی باید جدی بگیره که نه تنها مخالفین ایشون بهشون میگن که داره شکست میخوره و همیشه داره عقب نشینی میکنه در مقابل حملات و هجوم نیروهای اصولگراها، اصولگراهایی که شکست خوردن توسط مردم در یک به اصطلاح حکومت مردم سالار، دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بانکیمون داره با آقای روحانی میگه که هیچ کدام از وعده های شما عملی نشده. چطور میشه یک رئیس جمهوری با یک سری وعده ها میاد به میدان، مردم به اون وعده، به اون رئیس جمهور بر اساس اون وعده و وعیدهاش رأی میدن و در نهایت هیچ کدوم از اونها عملی نمیشه و حتی داد دبیر کل سازمان ملل متحد هم در بسیاری از زمین ها از جمله حقوق بشر در میاد و در مورد اقوام و اقلیت های مذهبی و به خصوص اهل سنت که آقای روحانی در بیانیه شماره 3 خودشون در 9 خرداد سال 92 یه بیانیه 10 ماده‌ای صادر کردن و قول دادن، هیچ کدام از اون 10 ماده به استثنای نیم ماده تحقق پیدا نکردن. اون نیم ماده هم در این مورد است که ایشون در بند شماره 10 اون قولنامه یا قرارداد و پیمان هر چی اسمشو بذاریم قول داده بود که یک معاون رئیس جمهور برای تحقق اون اصول نهگانه در رابطه با اقوام و اهل سنت و اقلیت‌های دینی دیگر انتخاب خواهد کرد که متاسفانه اجازه ندادن که حتی یک معاون انتخاب کنه، ناچار شد که شاید هم خودشون نکرد. آخه این که اجازه ندادن دمش نمیشه بود. واقعیت اینه که این متاسفانه این دوگانگی که در جمهوری اسلامی همیشه وجود داشته ما باید قبول کنیم که جمهوری اسلامی این
بفهمید بفهمید جمهوری اسلامی یک مغلطه واقعا مغلطه ناهمگونی هست از تضادها و چیزهای عجب و غریب. مثلا به عنوان مثال همه ما قبول پذیرفتیم که آقای احمدی نژاد رو خودشون آوردن، ولی در نهایت دیدیم که چطور شد. من معتقدم که به هر حال در درون این نظام، در بین اونهایی که اصولگرا هستن و اونهایی که اصلاح طلب هستن و کسایی که معتدل هستن، این ما بین به مثل آقای خود روحانی، یک تضادهایی وجود داره و این تضادها ریشه در اون منافع شخصی و گروهی خودشون داره. این منافع شخصی و گروهی که در عرض این 35 سال واقعا به صورت جامد فرم پیدا کردن، اجازه نمیدن کسایی بیان اینها رو به معرض خطر بندازن. به همین دلیل خود آقای روحانی هم اگر بخواد واقعا نمیذارن در بعضی از موارد، نه که ایشون مثلا بخواد نظام رو عوض کنه، نه، در همون موارد کوچیک. ببینید آقای دوشوکی، موضوع بسن اینه، شما به دنبال تضاد میگردید در جاهای دیگه. آیا این تضاد در خود کرکتر و شخصیت روحانیت شیعه نیست؟ که بر منبر اینو در ادبیات فارسی از دیرباز دارید که بر منبر چیزی رو میگه در عمل کار دیگه ای میکنه. من عموما میگم خدمتتون و این تضاد اونجاست. یعنی آقای روحانی، آقای رحمین، آقای رفسنجانی که در دوره آقای رفسنجانی چه قتل‌ها انجام شد، به عنوان یک رئیس جمهور پراگماتیک شناخته شد یا پراگماتیست، هر دو درست در عمل یا آقای من خاتم من یکی اینه. یکی دوم کانون، یعنی قدیمی ترین صنف تشکیل شده و متحد و قدرتمند در ایران هست، حتی از پیش از اسلام. بعد از اسلام میبینیم روحانیت و بعدا روحانیت شیعه در یک قدمی قدرت. اگر کسی خلاف مسالش عمل بکنه، حتی از همون لباستنش باشه، قربانیش میکنه. مسئله‌ای که تشخیص میداد، آقای شریعت مداری در برنامه هستن، آیت الله لزمان شریعت مداری رو چون حرف دیگری میزد، خلاف مسئله نو قدرتان بود، خب چه کردن؟ یا آقای منتظر اینا نیست آیا؟ بله، نه، من با شما موافقم. جمهوری اسلامی و البته خب من میخوام حساب، واقعا میخوام حساب جمهوری اسلامی رو از هموطنان شیعه جدا کنم، ولی در خود شیعه یک تناقضی نهفته است که من به عنوان یک سنی همیشه در حیرت بودم و در این مورد مقاله هم نوشتم. گفتم ایران تنها کشوری است که افتخار میکنه ما مسلمان هستیم و اسلام رو با آغوش باز پذیرفته، اما اون کسی که اسلام رو براشون آورده، این موهبت الهی رو براشون آورده، به اون فحش میدن. در زمان حضرت عمر خلیفه دوم مسلمانان بود که اسلام به ایران اومد. اگر چیزی خوبیه و شما پذیرفتید و افتخار میکنید، خب به اون کسی که آورده احترام بذارید. یعنی برعکس، به اون کسی که اسلام آورده بد و بیراه میگن. این برای من یه سنی اصلا قابل درک نیست که چرا همچین مذهبی وجود داره. به این صورت مثال که زدم، منظورم روحانیت شیعه تنها یا روحانیت برادران اهل سنت نیست، خواهران و برادران، منظورم روحانیت به طور کلیت رو اشاره کردیم به پیش از اسلام، وقتی به عنوان یک صنف سهیم در قدرت عمل میکنه، چون خصوصیاتی پیدا میکنه، هر روحانیتی باشه، مسیحیت فرق نمیکنه یا در همه. بله، کاملا حرف شما درسته. به هر حال روحانیت باید جاش در مسجد باشه، در امور سیاسی نباید دخالت کنه. هر موقع در تاریخ دنیا، چه در هندوستان، چه در حتی در زمان بودایان، چه در اروپا، وقتی روحانیت در سیاست دخالت کرده، فاجعه بار بوده و این درس تاریخی رو ما باید از تاریخ بشریت بگیریم. آقای شریعت مداری، می‌خوام بحث در این باره طولانی شد، تفسیر شما رو می‌شنوم. بله، این تضادی که شما میگید تضاد بسیار باستانی است در ما و در فرهنگ ملی ماست. ادیانی هم که ما پذیرفتیم خب نمود خودش رو داشته. بنابراین ما حاضریم در تضادهای منطقی عمری زندگی بکنیم و برامون مسئله اساسی نیست که سیستمی که درش زندگی میکنیم با اون که میاندیشیم دچار تضادهای گوناگون.
ولی مسئله امروز اون نیست. مسئله امروز این است که این تضادها رسوخ کرده به سیاست ما، به حکومت ما و به طرز اداره زندگی ما، به طرز کلان اداره زندگی ما در دنیایی که سعی میکنه از روز منطقی تر باشه. بنابراین تقابل یک نظام حکومتی که همراه با تضادهای فرهنگ ملی ما و دینی ماست با نظام جهانی که هر روز سعی میکند راسیونالتر و خردگراتر باشه، مسائل بزرگی رو به وجود میاره که ناکارآمدی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله اون است. اما اون که آقای روحانی میکنه در حقیقت یک نوع عملگرایی معمول در جمهوری اسلامی است که هر کسی سعی میکنه کار خودش رو بکنه تا اونجایی که ممکنه و در خیلی از موارد هم وعده هایی رو که داده متحقق نکنه. خب چنین روشی نتیجهش همین میشه که شده آقای روحانی باید سعی بکنه که به مردم تکیه بکنه و از یک جایی قدرت بگیره. شما فراموش نکنید که آقای روحانی پشتیبان اجتماعی ساختار یافته ای تا کنون نداشته، برای اینکه اصولا در سیاست نبوده. حال که با رأی اکثریت مردم انتخاب شده، یا جرأت خواهد داشت و پایه های اجتماعی خودش رو درست خواهد کرد و این قدرت باعث میشه که بتونه بیسته، یا سعی خواهد کرد که با سخنرانی های مهیج و حرف های عجیب و غریب سیاست ببرزه که این کار دوامی نداره و بالاخره نیروهایی که قدرت های مادی بزرگتری رو دارن اونها خواهند بود که در سیاست بیشتر اثر بودن. آقای شریعت مداری، در همین زمینه دبیرکل سازمان ملل متحد که اسارت کرده آقای بانکیمون، مشاور عالی آقای خامنه ای که خودش وزیر خارجه ایران هم بوده، آقای ولایتی ایشون رو دست نشونده آمریکا خوند. آقای بانکیمون دست نشونده آمریکا خوند؟ بله بله، آقای ولایتی ایشون گفته بله، آقای چیز مهمی نیست. آقای ولایتی آقای بانکیمون، بله متوجه. بله گفته آقای بانکیمون آمریکا واشنگتن هر چی که بگه آقای بانکیمون هم چیز می‌کنه. این یادآور اتهاماتی است که معمولا توده‌ای ها می‌زدن. عرض به خدمتتون که تحلیل آقای خامنه ای این است که آمریکایی ها از حقوق بشر استفاده خواهند کرد تا اینکه ما را از بین ببرند. ایشون حقوق بشر رو یک ابزار می‌داند برای پیشبرد سیاستی که در جهان وهم‌آلود ایشون آمریکا از ابتدا به کار گرفته تا جمهوری اسلامی رو نگذاره پیش بره. هر کسی که از حقوق بشر دم بزنه در استدلال و منطق نهاد رهبری و آقای ولایتی که در حقیقت جزء برجسته از آن است، دستشانده آمریکاست. حال کسی نیست به اینها بگوید که اگر حقوق بشر چنین ابزار بزرگی است که آمریکا به کمک اون میتونه یک نظام رو از کار بیندازد، شما اگر به اون هم اعتقاد ندارید چرا خودتون نمیایید به اون عمل کنید و این ابزار رو از دست اونها بگیرید؟ اگر تشخیصتون این است که حقوق بشر چنین ابزار عظیمی است که کشور بزرگی مانند آمریکا از اون استفاده میکنه تا امپراتوری رو که شما به قول خودتون ساختید و به هیچ وسیله ای نمیشه در اون نفوذ کرد با این اسلحه براندازی کنه، شما اگر عقل مختصری هم داشتید، حتی اگر قائل به حقوق بشر نبودید، به اون عمل میکردید و این ابزار رو از دست اونها میگرفتید و در نتیجه میماندید، به جای اینکه هر کسی که در مورد حقوق بشر حرف بزنه اونو عامل آمریکا بده. خب شاید نگرانی از همین است، چون آقای ولایتی شاید و بقیه اشراف دارن به اینکه نقش حقوق بشر در سیاست خارجی جیمی کارتر در اوضاع ایران چگونه عمل کرد، این نقش شاید نگران اون هستن که همون عمل مشابه انجام میشه. شاید آخه یک مسئله مهمتری هم هست، حقوق بشر حقوق همه انسان هست. دبقید. که به وسیله حکومت ها اینجا و آنجا ممکنه به صورت ابزار استفاده بشه، چیزی از سلامت و صحت خواسته های حقوق بشری انسان ها نمی کنه. اگر آقای خامنه ای انصاف داشته باشه، خودش هم از اسلام شیعی
به معنای یک ابزار برای به قدرت رسیدن در ایران و اعمال سیاست در همسایگان ایران استفاده کرده، در صورت که اون فقط یک دین، اون یک خواسته بشری است و این یک دینه به قول خودشون و به قول ما الهی است. اینها دین خدا رو بازیچه قرار دادن و از دیگران میخواهند که خواسته های بشری رو بازیچه دست قرار ندن. آقای دوشوکی عزیز، در همین زمینه مرتبط با حقوق بشر، دیدار خانم کاترین اشتون با خانم نرگس محمدی و مادر ستار بهشتی عزیز، خب واکنش های خیلی زیادی رو در جمهوری اسلامی برانگیخته. بگذاریم از اینکه روزنامه مربوط به سپاه پاسداران عکسی رو که چاپ کرده، در این عکس این بار تصویر مادر نازنین ستار بهشتی رو حذف کرده، یعنی دوران استالین بود که عکس‌ها رو روتوش میکردن یه دیگه رو حذف میکردن. عذر میخوام. یکی از کسانی که حرف زده نماینده مجلس آقای کوچکزاده، همه چیز به کنار، به خانم اشتون گفته این عجوزه، یعنی زن مسن، پیرزن، زنی که عمری ازش گذشته، به عنوان تحقیر. یعنی این فرهنگ از کجا میاد؟ این چی هست؟ نماینده یک مجلس، اون هم در ایران، پیرزن بودن، مادر خود آقای کوچکزاده خوب سنی ازشون لابد گذشته، یا بقیه، مادر من، شما، همه بقیه، خواهر ما، همه این، یعنی چی به عنوان اهانت این کلمه رو به کار میبرن؟ والا این فرهنگ لومپنیزم حزب اللهی رو من از همون اوایل انقلاب، یعنی بلافاصله بعد از انقلاب در ایران مشاهده کردم که بسیاری از اینها همین فرهنگ رو اشاعه میدادن در مورد افرادی مثل آقای ولایتی، که خب ایشون پزشک هستن، من هم پزشک هستم و نباید اینو بگم، اما از منظر سیاسی باید بگم که از کوزه همون برون تراود که دروست. البته آقای کوچکزاده این نه من بله به کوچکزاده میرسم، شما قبلا در مورد آقای کوچکزاده هم کسی است که به هر حال مردم ایران و تحلیلگران و اونهایی که حتی رادیو تلویزیون ایران رو نگاه میکنند و گوش میکنند و روزنامه ها رو میخونند میشناسند. یک انسان جاهل عقب مانده ذهنی هست که متاسفانه در بین نیروهای فالانج حزب اللهی لومپن اینها ما زیاد دیدیم و وجود دارن، و این نوع اشاعه یا به اصطلاح بروز این نوع لومپنیزم بسیار خشن و بیفرهنگ مهابانه رو نوعی جایگاه انقلابی ترقی میکنن و دیگران هم میگن برادر آفرین، در صورتی که در عرف بین‌المللی در کشوری که ایشون نماینده هست باید از ادبیات بهتری استفاده کنه. اما متاسفانه همون گونه که گفتم، این جمهوری اسلامی فقط افرادی رو در اون مجلس و نهادها و ادارات و غیره راه میدن که بسیاری از اونها، بخصوص اون بخش اصولگرایانشون، منظورم خدای نکرده همه اونهایی که در ایران کار میکنن نیست، نخیر، ملت با فرهنگ و واقعا مؤدبی را که یک جایگاهی در جهان داشت امروز تبدیل کردن به این بی فرهنگی، به این نوع لومپنیزم که ایشون اشاره کرده، و باید هم نگران باشن، چون واقعا جمهوری اسلامی تمام این سیاست‌های فساد و راندخاری و کشتار و اعدام رو فقط از طریق سرکوب و نقض حقوق بشر در پیش می‌بره. زمانی که حقوق بشر در ایران رعایت بشه، دیگه جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت. اساس هویت و موجودیت جمهوری اسلامی بر نقض حقوق بشر بنا نهاده شده، و اینها می‌دونن که ستون نظامشون نقض و کشتار حقوق بشر هست، نقض حقوق هر ایرانی، چه اقوام، چه مذاهب، چه ادیان، چه روشنفکران دیگر باشن و غیره. به همین دلیل کسی که بخواد دست بزنه به این ستون نظام، یعنی نقض حقوق بشر، یعنی کشت و کشتار، یعنی زندان، تبعید، شکنجه، خب معلوم ناراحت میشن و به اون حمله میکنن، چون میدونن که اگر این ستون فرو بریزه تمام نظام فرو ریخته. یک سوال به طور مختصر بفهمید، ممنون میشم آقای دوشوکی. آیا در عرصه سیاسی ایران، یعنی مردم ایران رو در کل، از هر قوم و طایفه‌ای که هستن و از هر استان و شهر و روستایی، مردم ایران رو فقط میشه به دو دسته در عرصه سیاسی ایران تقسیم کرد؟ یکی
اصولگرا به تعبیر اون چه که در رژیم ایران به کار برده میشه و یکی هم اصلاح طلب؟ نه بقیده، من جامعه ایران جامعه خیلی پیچیده ای هست، اگرچه در صحنه سیاسی امروز وقتی ما این تقابل ها را در کنار هم میبینیم، میبینیم که یک سری اصولگرایان هستند، جبهه پایداری و غیره، و یک سری دیگه طرفداران به اصلاحات هستند، طرفداران اصلاحات کسایی هستند، طرفدار آقای خاتمی هستند، بعضیا کمتر اصلاح طلبند، معتدلند، طرفدار آقای رفسنجانی و آقای رئیس جمهور فعلی آقای روحانی. در نتیجه این دو میگم، این فعلا این دو تیمی که دارن در یعنی زمین در فوتبال، عرصه سیاسی جمهوری اسلامی شما منظور هستید؟ بله، منظورم اینه که فعلا در زمین سیاسی، یعنی در اون فوتبال که ما داریم از بالا داریم نگاه میکنیم، این دو تیم دارن بازی میکنن به اصطلاح اصلاح طلبا و اصولگرایان، یا وگرنه در جامعه پیچیده ایران گروه ها و قشرهای مختلف دیگری هم هستند که در بعضی از موارد وارد این بازی میشن. آقای شریعت مداری عزیز، همین پرسش رو دارم به اضافه این که ما تا الان به عنوان که یک ایرانی شنیده بودیم که پیامبر اسلام نقل می شد که خیر الامور اوسطا، اینو در برنامه دیگه من اشاره کردم دیروز، به هر حال میانه روی رو بهترین توصیه می دونستن، بهترین راه و روش و شیوه و امور می دونستن. اما الان فتوایی صادر شده آقای جوادی آملی، چون فرمایشات این حضرات خوب به هر حال نوعی فتوا هم تلقی میشه، ایشون به صراحت گفتن میانه روی و اعتدال از پستترین رزالت هاست. کدوم ما قبول کنیم؟ بله، خب آقای جوادی آملی باید توضیح بدن که منظورشون در حقیقت چه نوع سیاستی است که خوبه. اولا اون که در ایران میانه روی گفته میشه، اگر منظور وسط دو انتها باشه، هر دو انتها رو این نظام تعیین کرده و هر دو انتها کسانی هستند که خود شما بهش اشاره کردید، بازیگرانی هستند که در داخل این نظام هستند. نسبت به سوال قبلتون باید این پاسخ رو بدم که ملت ایران محروم از شرکت در سیاست بودند و بنابراین اصولا نمودی در این نامگذاری ها ندارن. اگر سیاست آزاد بشه، انتخابات آزادی باشه که مردم نمایندگان واقعی خودشون رو به سیاست پیش برانند، آنگاه آرایش دیگری در بین نیروهای سیاسی خواهد بود و اسامی دیگری مصطلح خواهد شد برخلاف اصولگرایان و اصلاح طلبان. این اسما ناشی از انحصاری است که در بازیگران صحنه سیاسی به چشم میخوره و جمهوری اسلامی کرده، و این اعتدال هم اعتدال دو سری است که جمهوری اسلامی در حقیقت تحمیل کرده. اگر جامعه ایران رو آزاد بگذارن، نقطه اعتدالش دموکراسی و رعایت حقوق بشر و پیش بردن یک جامعه مدرن هست و نه سیاست های آقای امروز آقای روحانی و اعدام های دست جمعی که در ایران میشه. جامعه سیاسی ایران آزاد نیست، استنباط از حرف و گفته آقای شریعت مداری کمتر از یک دقیقه وقت داریم. آقای دوشوکی عزیز، با این نظر موافق هستین؟ چون آزادی های مشروع به وجود بیاد، جامعه سیاسی ایران واقعیت خودش رو، گسترش خودش رو نشون خواهد داد و عمق مطالباتش. بله، واقعیت اینه که اینو همه میدونن که جامعه ایران از نظر سیاسی یک جامعه سرکوب شده است، یک جامعه بسته است، و به همین دلیل ما بینیم اونهایی که راندخار هستند و اصولا قدرت‌های اقتصادی رو در اختیار دارن، نظیر آقای جوادی آملی، این حرفا رو میزنن. من فقط در وقتی این حرفا رو میشنوم فقط میتونم بگم که هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. آقای جوادی آملی کجا بودن اون زمان که آقای احمدی نژاد نشستن در کنار ایشون و گفتن که در سازمان ملل یک نوری حاله من رو احاطه کرده و ایشون سر تکون دادن و تایید کردن؟ خب این نشون میده که جایگاه ایشون کجاست. تا زمانی که پولهای آقای احمدی نژاد به سوی ایشون سراز بیت ایشون سرازیر میشد، ایشون تایید میکرد آقای احمدی نژاد رو با تمام اون اراجیف و لایتلایتی که میگفت در مورد حاله نور و غیره در کنار. چطور یک مرجع روحانی شیعه با محترم اجازه میده یه فرد بیاد این گونه دروغ‌های بزرگ و گنده رو در روبروی اون بگه و ایشون عکس العملی نشون نده؟ به همین دلیل ما متاسفانه با این گونه افراد در ایران طرف هستیم و صد متاسفانه اینها
اون اهرم‌های قدرت و سرکوب رو در اختیار دارن و این فاجعه هست برای کشور ما. سپاسگزار هستیم آقای دکتر عبدالستار دوشوکی، با سپاس بسیار از شما. و سپاسگزار هستیم آقای شریعت مداری گرامی در آلمان، با امید به اینکه هر دو مهمان گرامی در برنامه‌های آینده نیز با من و شما عزیزان بینندگان در سراسر ایران باشه. کمتر از یک هفته مونده به سال تحویل، نوروز ایرانی، نوروز باستانی، روز نخست بهار، به پیشواز نوروز خواهیم رفت. در برنامه فردا آقای منصور اوسانلو فعال کارگری و سندیکایی با من و شما خواهند بود و در نیمه دوم رویدادهای ایران زیر ذره‌بین طنز آقای علیرضا رضایی طنزپرداز سرشناس ایرانی قرار خواهد گرفت. به پایان این برنامه میرسیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز تفتان، البرز، توچال، سندوز، سبلان، آسماری، کوساران، دراک و دنا و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.